بی نتیجه خواندن مذاکرات اخیر رئیس جمهور کرزی با نخست وزیران بریتانیا و پاکستان، کشته شدن 5 پلیس بر اثر انفجار ماین کنار سرک در ولایت اورسگان، و اظهارات وزیر دفاع آمریکا برای تعیین نقش این کشور در افغانستان پس از سال 2014 میلاد. به نام پروردگار یکتا و با عرض سلام، به نخستین بخش از برنامه خبری این ساعت از شبکه افغانیوز خوش آمدید. من کریم الله امینی هستم. پاکستان استراتژی خود در قبال افغانستان را دنبال می کند و هیچ وقت صادقانه در پروسه صلح افغانستان عمل نخواهد کرد. برخی از اعضای مجلس نمایندگان با تاکید بر این مطلب می افزایند که در حال حاضر لانه های گسترده ترورستان در خاک پاکستان قرار دارند. از سوی دیگر آگاهان می گویند که سفر نخست وزیر پاکستان به درخواست انگلستان صورت گرفته است و هیچ دستاوردی در قبال نخواهد داشت. با این حال نخست وزیر پاکستان تاکید دارد کشورش برای صلح و ثبات در افغانستان از هیچ نوع همکاری دریغ نخواهد کرد. راجا پرویز اشرف نخست وزیر پاکستان دیروز پس از نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا در یک نشست خبری با رئیس جمهور کرزی در ارگ ریاست جمهوری ظاهر شد. نخست وزیر پاکستان میگوید که پاکستان برای صلح در افغانستان نقش تسهیل کننده را ایفا میکند. با گفته وی کشورش برای صلح و ثبات در افغانستان از هیچ نوع همکاری دریغ نمیورزد. آقای اشرف همچنان بر همکاری افغانستان و پاکستان در مبارزه علیه تروریسم تاکید نموده، گفت که پاکستان در کار مبارزه با تروریسم و برای تامین صلح و ثبات در افغانستان متحد می باشد. پاکستان نقش تسهیل کننده را در پروسه صلح افغانستان دارد و ما به این نقش خود ادامه می دهیم. پاکستان می تواند از راه های مختلف برای آوردن صلح و ثبات سهولت ایجاد نماید و ما این کار را می نماییم. من قبلا به برادرم حامد کرزی اطمینان داده بودم که ما بسیار خوشحال هستیم که به خاطری از میان برداشتن مشکلات در افغانستان همکاری نماییم تا اینکه در افغانستان صلح و ثبات به میان آید. در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که پاکستان هیچ وقت در قبال پروسه صلح افغانستان صادقانه عمل نکرده و در حال حاضر لانه های تروریسم در آن سوی مرزهای کشور وجود دارد. آنان همچنان رئیس جمهور کرزی را مورد انتقاد قرار داده میگویند که باید وی یک موضع گیری واضح در قبال پاکستان داشته باشد. متاسفانه رئیس جمهور ما که باید یک حداقل تکسین درد مردم افغانستان، چون رئیس جمهور انتخابی مردم افغانستان است، دیروز باید اگر یاد میکرد که شما عزیز و دوستی درست دراز میکنین، عزیز و مواد منفجره در افغانستان. متاسفانه رئیس جمهور را ما در روز یاد نکرد. مردم افغانستان واقعا از این کار رئیس جمهور خفه هستم. از سوی دیگر آگاهان سیاسی تاکید میکنند که سفر نخست وزیر پاکستان از سوی انگلستان تراریزی شده است. با گفته آنان پاکستان و انگلستان تلاش دارند تا به ظاهر نشان دهند که در پروسه صلح افغانستان صادقند، اما با باور این آگاهان واقعیت امر این است که پاکستان هیچگاهی نمیخواهد تا صلح در افغانستان تامین شود. پاکستان همیشه افغانستان را کمک میکنه در رشد اقتصادی افغانستان. پاکستان کوشش افغانستان کوشش میکنه در ثبات سیاسی افغانستان. پاکستان تلاش میکنه که جنگ در افغانستان ختم شود. پاکستان تلاش میکنه که افغانستان کمک بکنه در قسمت آموزش و غیره. ولی عمدتاً حرکت های دوگونه را انجام میدن. ببینید که امروز که صدر اعظم پاکستان چنین حرفایی را میزنه، امروز که انجام میده، عمدتاً فوراً تعرف های گمرکی پاکستانی ها در مقابل مواجهت افغانستان بلند میره و مانع رفتن از تمام مهاجرت افغانستان که یک قلم های سرمدی افغانستان است و زود فاسد شونده هم است بند میشه. این در حال است که قبل از این مقام های حکومت افغانستان تعهدات پاکستان را در همکاری با افغانستان و تامین صلح در این کشور به دیده شک میگرستند و تاکید کردند که مخالفان مصالح افغانستان در خاک پاکستان مراکز امن دارند و این افراد از حمایت قوی استخبارات این کشور برخوردار هستند. در یک انفجار ماین کنار سرک فرمانده امنیه ولسوالی سراب ولایت اورزگان همراه با 5 سرباز پلیس کشته شدند. سخنگوی فرماندهی پلیس اورزگان میگوید این حادثه زمانی رخ داد که 11 بجه شب گذشته قماندان امنیه ولسوالی سراب با 5 پلیس مصروف گشت زنی بود. تا به حال کسی مسئولیت این ماین گذاری را بر عهده نگرفته است.
اداره سروی جیولوژیکی امریکا میگوید سروی 70% از منابع طبیعی افغانستان را تکمیل کرده است. این اداره می‌افزاید افغانستان اولین کشوری است که سروی معادن آن با کمک تکنولوژی پیشرفته و عصری صورت می‌گیرد. اداره سروی جیولوژیکی امریکا تاکید دارد 24 نقطه را دریافتند که ذخایر سرشار از طلا، نقره، آهن و فلزات کمیاب را دارا می‌باشد. مسئولان در اداره سروی جیولوژیکی امریکا میگویند که برای اولین بار به مقصد تشخیص و معلومات در مورد منابع طبیعی افغانستان سروی 70% تمامی قلمرو این کشور تکمیل شده است. یک سخنگوی اداره سروی جیولوژیکی امریکا یا USGS گفته است افغانستان اولین کشوری در جهان است که سروی معادن آن به کمک تکنولوژی عصری صورت میگیرد. از این تکنولوژی به خاطر کار گرفته شده تا به افغانستان در زمینه تشخیص منابع طبیعیش کمک کند. این تکنولوژی از فواصل دور با کمک وسایل اکتشافی تصاویر را فرستاده و نقشه منابع طبیعی را آماده می سازد. این تصاویر ما را کمک می کند تا به طور دقیق تشخیص دهیم که یک معدن در کجا قرار دارد و این موضوع به طور خاص در صنعت معادن اهمیت زیاد دارد. اداره سروی جیولوژیکی امریکا با اداره عملیات ثبات و تجارت پنتاگون مشترکاً با استفاده از این معلومات 24 منطقه را در افغانستان تشخیص دادند که ذخایر سرشار طلا، نقره، آهن و فلزات نادر و کمیاب را دارا می باشند. اداره سروی جیولوژیکی امریکا می گوید این ذخایر افغانستان در بازار کنونی معادن که از لحاظ اقتصادی در حال رشد است خیلی مهم می باشد. معلومات جدید به شرکت های استخراج معادن کمک می کند تا آنچی را که ما در مورد این منابع مشخص می دانیم اخذ نموده و از آن برای به دست آوردن معلومات بیشتر در مورد دیگر منابع افغانستان که تا اکنون کشف نگردیده اند استفاده کنند. در اعلامیه اداره سروی جیولوژیکی امریکا آمده است که این سروی بنابر تقاضای حکومت افغانستان و گروه کاری اداره عملیات ثبات و تجارت وزارت دفاع امریکا صورت گرفته است. اداره عملیات برای ثبات و تجارت پنتاگون شعبه ای است که از طریق کمک به انکشاف سکتور خصوصی برای تامین ثبات و امنیت در افغانستان تلاش می کند. این اداره برای تشخیص و استخراج معادن و برای جلب شرکت های بین المللی و مزایده استخراج این معادن با وزارت معادن افغانستان کمک کرده کار مشترک می نمایند. وزرای دفاع امریکا و بریتانیا روی مسائل افغانستان با هم گفتگو کردند. وزیر دفاع امریکا می گوید که پس از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی از افغانستان، امریکا نقش خود در این کشور را تعیین خواهد کرد. در این حال وزیر دفاع بریتانیا بر همکاری های کشورش یک جا با ناتو در افغانستان تاکید کرده است و می گوید که بریتانیا حال و پس از سال 2014 میلادی با امریکا در افغانستان همکار خواهد بود. در حالی که قرار است در سال 2014 میلادی تمام نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند و مسئولیت های امنیتی به صورت کامل به نیروهای امنیتی افغان سپرده شود، در همین حال لوین پنتا وزیر دفاع امریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی با فیلیپ هاموند وزیر دفاع بریتانیا میگوید که امریکا بعد از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی روی نقش کشورش در افغانستان بحث خواهد کرد. آقای پنتا همچنان با ستایش از کارکرد 9500 سرباز بریتانیایی در افغانستان میگوید که سربازان در ولایت هلمند با سربازان امریکایی وظایفشان را به خوبی انجام می دهند. ما در مورد موضوعات مهم و پیشرفت های بحث کردیم که در افغانستان انجام دادیم. همچنان روی مشکلات مشترک ما در افغانستان صحبت کردیم تا چگونه بتوانیم این مشکلات را حل کنیم و قربانی هایی که در مبارزه با تروریسم داده ایم به نتیجه برسند. در همین حال فیلیپ هامون وزیر دفاع بریتانیا میگوید که سربازان کشورش افتخار میکند که در پهلوی نیروی امریکایی در افغانستان کار میکنند و همچنان از همکاری سربازان کشورش بعد از سال 2014 نیز با نیروی امریکایی خبر میدهد. نیروهای ما افتخار میکنند که در پهلوی نیروهای امریکایی یک جا خدمت میکنند. ما بر همکاری خود در حال حاضر و بعد از سال 2014 میلادی با سربازان امریکایی در افغانستان متعهد هستیم. قابل یادآوری است که در حال حاضر بیشترین سربازان امریکایی و بریتانیایی در ولایت هلمند و قندهار مستقر هستند.
امریکا و بریتانیا ابراز نگرانی میکنند که بعد از خروج نیروی خارجی در سال 2014 میلادی ولایت هلمند و قندهار دوباره ناامن نشوند. در یک درگیری نیروهای امنیتی با مخالفان مسلح در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار 5 ماینگذار کشته شدند. نیروهای پلیس در قندهار میگویند در این درگیری 2 مخالف مسلح دیگر نیز زخم برداشتند. به گفته مقامات به نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده است. یک گروه 14 نفری از مخالفان مسلح دولت در ولسوالی علی‌آباد ولایت کندز با حکومت یک جا شدند. سمیولا قطره فرمانده پلیس کندز میگوید این مخالفان از 5 سال به این سو در این ولسوالی بر ضد حاکمیت حکومت می جنگیدند. به گفته فرمانده امنیه کندز قرار است این گروه از امتیازاتی که شورای صلح مدی نظر دارد نیز برخوردار شوند. بیننده های عزیز، بخش بعدی خبرها را پس از یک میان برنامه کوتاه در مجمع خبری نیوز باکس پیگیری نمایید. وقت خوش، خدا نگهدار.